امروز دو تا صحابه عزیز حقیقتا میبینیم اعتصابات بسیار خوب داره میره جلو و مردم ما حالا چه کسبه هستن و چه اونهایی که توی قشای همچون معلم هستن، کارمند هستن، در این قسمت فعالیتشون بیشتر از گذشته شده. آیا این رو به عنوان پدک آخر میبینید شما برای سرنگونی نظام اسلامی؟ ببینید جناب جنشار، یه مثلثی داره میگه تظاهرات وقتی گسترده باشه اعتصاب های موفق ایجاد بله. الان ما 24 و 25 و 26 آبان و 14 و 15 و 16 آذر دارای اعتصاب بودیم. حالا بعض از جا خیلی پر رنگ تر، بعض از جا مقداری کم رنگ تر، اما دیدیم در شرایط مختلف دیدیم. دوستان، ما در همه شهرهای ایران که گزارشگر نداریم، ایران امروز هم که میبینید 30 تا استان بیشتر داره و حدود 1033 تا شهر داره. ایران امروز چیزی که 20,000 نفر جمعیت داره که شهر درست حالت قدیم نیست که مثلا قلعه اصفهان 100,000 تا جمعیت داشت، هم روز شهر حساب نبود. بله. الان خودتون ببینید چند درصد مردم بازاری در حال اعتصاب، این مهم، چند درصد در شهر شما در حال اعتصاب، یعنی از هر 1,000 مغازه، از هر 100 مغازه چند، این مهم. خودتون هم باید ارزیابی کنید، چون ما نمیتونیم هم از تبریز، هم از زاهدان، هم از مشهد، هم از اهواز آمار داشته باشیم. گرچه اینو بگم، آمارها نشون میده که در بعضی از شهرها خیلی پررنگ، مثلا در استان فارس نیمسرود خیلی پررنگ بوده، در بازار سنتی اصفهان پررنگ بوده، ولی خب نه، بعضی از جاها نه، خیلی کم رنگ داره. اینا رو ببینید، مثلا در بعضی از نقاط تهران عالی بوده، در بعضی از جا بیای کار بیشتری داره. پس یک بحث کمیت، دوم بحث این است که الان کامیون دارن به مردم پیوستن در برخی از استان، خب معلمان چرا نپیوستن؟ بله درست میگم. اگه قرار نبود کارگران صنایع فولاد هم بپیوندن چطور شد؟ اینا بحث مادیشون حل شد، پیوستن یا نپیوستن؟ همون روز بی بی سی گزارش داده بود در مورد دوباهن، هم گزارش خوندم برام جالب بود. بله. این خواسته خاص اقتصادی، نه خواسته سیاسی. ولی میشه به خواسته سیاسی تبدیلش کرد. البته به تو که اومدی اعتصاب کردی، خب اعتصاب تو ادامه بده. چون که اصل کار اومدی بیرون. مبارزه دقیقاً. بله. ولی چهارمی که خیلی مهمه، میگه اعتصاب زمانی میتواند کمر حکومت جمهوری اسلامی بشکنه که وزارتخانه های اصلی ساقط بشن. یک، مهمترین وزارتخانه ایران وزارت نفت. دوم آموزش پرورشه، چون بزرگترینه. سوم وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو مسلح. علاوه بر اینکه خود وزارت دفاع خیلی عظیمه، ارتش و سپاه هم داخل شد. چهارم وزارت اطلاعات. تلوینا. از نظر وزارت صنعت معدن تجارت و زیر ساختاش یه دون باشه، ما در ایران سازمانی داریم نام سازمان تامین اجتماعی که خیلی از وزارتخونه های ایران بسیار بزرگتر. اینها اگر وارد اعتصاب بشن کمر دولت میشکن مسلم. البته دولت هم سالهاست به این مسائل فکر کرده، فکر نکنی طرف هم مقابل هم ساله. دولت هم برای اینکه مغازه ها اعتصاب نکنن داره تعدیدشون میکنه. من دیدم کانال های سپاه گفت در مغازه رستوران آقای علی دایی، آقای جواهر، مغازه جواهر فروشی قطر نور آقای علی دایی در کامرانی، اینا رو گرفتن فلان کردن. خب نشون میده آقای علی دایی آدم مردمی. مطمئن. امروز کنار مردم، حالا دیروز چی بود کاری ندارن. دیروز هم کاپتن تیم به ایران بود، بازیکن تیم پاس، بازیکن تیم بایر مونیخ، فرق تیم پرسپولیس. بله. درود به شرف همه کسایی که امروز کنار مردم. حقیقتا واقعا ما باید ازشون تشکر کنیم. بله درست. اما خب دولت هم یه سری مغازه هایی داره در ایران که بگم در کشورهای دیگه هم هست ولی در ایران خیلی زیاده، مثل افق کوروش، مثل شهروند، مثل جامبو، مثل کوثر، اینها همه چی میفروشن، از باتری ساعت تا برنج تا بعضشون لاستیک. بله. همه چی، یعنی اگر مغازه‌های دیگه ببندن اینا که فروشی رو میره بالا و رو همه اینو متعلق به سپاه هست. عزیزان این فروشگاه متعلق به سپاه رو برید، برید از سر کوچه‌تون 10% گرونتر از بقال سر کوچه‌تون بخرید. برابر. از همون آدمی که اعتصاب میکنه به وقتش، از سپاه خرید نکنید، بقال سر کوچه شما از شماست.
اون مغازه‌ای که شما 45 کیلومتر رانندگی می‌کنید، می‌رید از خرید می‌کنید که به شما 8% تخفیف بده، نم افق کوروش جامبو نمیدونم فوتس، اون مغازه مغازه شما نیست، اون مغازه مغازه سپاس. اون 8% هم که شما تخفیف میده فوقش دیگه، در درصدی که شما تخفیف میده رو 100 برابر از پول نفت شما داره می‌خوره. مسلمه. یه عدد ساده من به شما میگم. مسلم. شاه هر دیدی نسبت به محمد رضا شاه داری جدول در که بلدی. شاه در سال 1355 6 میلیون بشکه نفت می‌خورد. آقای ابراهیم رئیسی الان 800 هزار بشکه نفت به زور می‌فروشه. یعنی ما 47 سال پیش 8 برابر 7.5 برابر امروز نفت. و میدونید که این نفت هم قابل ذخیره شدن نیست. اون در مرزهای ما با عراقه، گازمون در مرزهامون با قطره. بسیار منابع نفتی ما منابع نفتی مشترک با کشورهای اطراف مثل عربستان، کویت، بحرین و عراقه. یعنی ما برنداریم اونا برمیدادن گاز که هیچی دیگه، کل فارس جنوب قطر خورد و برد. متاسفانه ما حکومتی داریم که بزرگترین سرمایه نفتی کره زمین رو نابود. متاسفانه. با سپاس، با سپاس فراوان از دکتر صاحب عزیز، محقق و مفسر سیاسی که سالهاست این افتخار داریم در خدمتشون هستیم.